پرمختللې جامې چې د هوا د ککړتیا کچه معلوموي. په افغانستان کې سولر تختې چې لمر تعقیبوي. د ټکنالوژۍ له نړۍ څخه وروستي معلومات او نور دغه پورې مطلبونه په دې کاروان کې. سلام، به کاروان خوش آمدید. ما داود صدیقی در نیم ساعت آینده با پیشکش نمودن گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. ساینسدانان در امریکا روی نانو تکنولوژی یا تکنولوژی آله های کوچک کار میکنند تا مردم را از علائم زود هنگام بیماری های مختلف و اثرات منفی هوای آلوده آگاه سازند. این دانشمندان در تلاشند تا این آله ها کوچک و انعطاف پذیر باشند و برق مورد نیاز را نیز خود تولید کنند. در رابطه توجه کنین به گزارشی که به کمک بنیاد ملی ساینس امریکا تهیه شده است. چی می شود اگر لباس شما در مورد آلودگی هوا به شما معلومات دهد که دود و غبار در حال صدمه رسانیدن به قلب و ششهای شماست؟ همین را تکنولوژی کمک در هوا می نامند و یک سیستم پیشرفته از تکنولوژی ها و سنسر هاست که برق مورد نیاز خود را نیز تولید می کند. با همکاری بنیاد ساینس امریکا، انجینیر برق وینا مصرا و گروه همکارش در پوهنتون ایالت کارولینای شمالی با استفاده از نانوتکنولوژی در تلاشند سنسرهای پوشیدنی را انکشاف دهند تا هوای محیط نزدیک یک شخص را ارزیابی کند و در صورت خطر حیاتی با او معلومات دهند. به گونه مثال اگر یک قسمت از سنسر در بند دست قرار داده شود، سطح مایعات بدن، ضربان قلب و اگر در بازو نصب شود، گراف قلب را ارزیابی کرده می تواند. عین تکنولوژی را می توان برای ارزیابی محیط زیست نیز به کار برد. و در محیط زیست ما سطح گازهای اوزون، کاربن مونوکساید، نیتروژن دای اکساید را نظارت می کنیم و تکنولوژی ما با مردم کمک می کند تا در مورد محیط زیست خود تصمیم بهتری بگیرند و خود را از معرض مواد مضر حذف کنند که باعث بدتر شدن بیماری اسما می شود. متخصص بیماری اسما دکتر دیوید پیدن با این گروه همکاری می کند تا مؤثریت این نمونه ابتدایی را آزمایش کند و به حیث سیستم هشدار دهنده قبل از بیماری از آن کار گرفته شود. تا مردم در اسرع وقت بدانند که چگونه محیط آنها ممکن روی صحتشان تاثیر میگذارد و آنها را قادر میسازد که بگویند در حال حاضر مقدار کافی هوای آلوده تنفس کردم و باید بیرون بروم و یا اندازه فعالیت خود را تغییر دهم. گروه تحت نظر مصرا یک آله کوچک را نیز انکشاف میدهند که در آن نانو تکنولوژی به کار رفته و از بیتری استفاده میکند که به چارج دوباره نیاز ندارد. تکنولوژی ما برق را از بدن انسان حاصل خواهد کرد. حذف کردن بیتری مشکل انعطاف پذیری را نیز حل می کند. ما می توانیم آن را داخل لباس جابجا کنیم، چرا که بیتری در انتخاب اندازه ما را محدود نمی سازد. سنسرها در این ماشین که فضای داخلی آن از آلودگی ها پاک است ساخته می شود. در نهایت سنسرها در میان چپ های کم مصرف جابجا خواهد شد و باید انعطاف پذیر باشد. ما در تلاش ساختن آخذه های انعطاف پذیر هستیم که در بدن انسان جا به جا گردد. در واقع ما به حرارت و حرکت اتکا می کنیم تا انرژی برق مورد نیاز را تولید کرده آله را فعال سازیم. نظریه طور است که این آله معلومات را به تلفن کاربر و حتی به دفتر ارسال کند. در 5 الی 10 سال آینده آرزو دارم تکنولوژی خود را داخل وسایل صحی پوشیدنی ببینیم که روش توجه به صحت میان بیماران و روش معالجه دکتران را واقعا تغییر داده باشد. آیا پوشیدن لباس مجهز با تکنولوژی صحت شما را بهتر خواهد ساخت؟ این پرسش را زمان جواب خواهد داد. دی ویروسی وبپاڼې فعالیتونه ښیي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په میلیونونو کسان د انټرنیټي غلو له ګواښ سره مخامخ دي. د دغې وبپاڼې چلوونکي د انټرنیټ له لارې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې امنیتي کمرو ته غیر قانوني لاسرسی پیدا کوي او اخیستل شوي عکسونه او ویډیوګانې په انټرنیټ کې په ژوندۍ بڼې خپروي. نور تفصیل په ریپورټ کې. د ncam.org وبپاڼه د نړۍ له بېلابېلو برخو ویډیوګانې اخلي او په ژوندۍ بڼه یې نشروي.
تایرون ویلسن د کور سیک سولوشن په نامه د کمپیوټرونو د خوندیتوب د امنیتی شرکت رئیس د دغه وپاڼې په لیدلو حیران شو. دغه وپاڼه په دې کار سره د خلکو شخصي او عامه ژوند په انټرنیټ کې د عامو خلکو لید ته وړاندې کوي. د امریکا د نشراتو د فدرالي ادارې د ټکنالوژۍ د برخې مسؤول انډری مندز وایي چې ټکنالوژي د ښو او بدو مخلوط دی. You have a lot of things that are extremely convenient. Extremely useful. ډیر شیان ګټور دي خو په عین وخت کې ډیر امنیتي خلاګانې هم رامنځته کوي چې د بدو خلکو له خوا ورڅخه د ناوړه مقاصد لپاره کار اخیستل کیږي. And used by a lot of people with very nefarious intentions. ویلسن وایي د غیر قانوني کمرو له خوا د خلکو د شخصي ژوند پاکله ژوندۍ نشرات کیدای شي. خطرناک کار نه شي خو بیا هم یو شمیر امنیتي خطرونه پیښولای شي. دا چې تاسو کولای شئ د یو چا کور وګورئ همدغه وړتیا کیدای شي له دغه کور څخه د غلا او یا نورو مقاصدو لپاره وکارول شي. په ژوندۍ بڼې په زرګونو ویډیوګانې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه خپرېږي چې شپږ زره یې له متحده ایالاتو څخه دي. زه پوهیږم چې د کمپیوټر یو څو کودونه دي چې تاسو ورباندې کولای شئ د کمرو ویډیوګانې واخلئ. It can be used. د هر چا د بدنامولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیدای شي. کله چې دغه ډول یو بریټ هدف وګرځي زیان بیخي زیات دی. که یو څوک وغواړي د ویډیو موقعیت په نقشې کې تعقیب کړي دا پوښتنه پیدا کیږي چې مونږ څومره خوندي یو. مندز او ویلسن دواړه په دې موافق دي چې کمرې او د ټکنالوژۍ نور وسایل خوندي نه دي. How safe are we? Not very safe. مندز زیاتوی چې د کمرو او نورو وسایلو نامنظم تنظیمات د نورو خلکو لخوا د دغو وسایلو د ناسمې کارونې خطر زیاتوي. تولید پارچه های فلزی توسط چاپگرهای سیبودی به سرعت در حال پیشرفت است. با ارزان شدن چاپگرهای سیبودی دستاندرکاران این صنعت روی بهبود پروسه تولید چیزهای کار میکنند که قبلا ناممکن به نظر میرسید. گزارش داریم در مورد یک لابراتواری که در آن اشیا توسط چاپگرهای سیبودی تولید می شود. یک اشعه نازک لیزر چندین لایه پودر آلومینیوم را بالای یک پارچه محکم فلزی می ریزد. ماشین این کار را به صورت خاموشانه و بدون هیچ گونه مداخله انسان ها انجام می دهد. انجینران می گویند این تکنولوژی ممکن آینده صنعت تولید فلزات باشد. اگر اینجا به داخل آن نگاه کنیم یک ساختمان مانند خانه زنبور عسل وجود دارد که هرگز با ماشین به طریقه قدیمی نمیتوانیم آن را تولید کنیم. اصلا به صورت فیزیکی امکان ندارد. یک لابراتوار جدیدی که اخیراً در پوهنتون پیتسبرگ باز شده در همکاری با شرکت سافت‌ویر سازی انسس روش‌های جدید تولید پارچه‌های فلزی را توسط چاپگر سیبودی طرح و آزمایش خواهد کرد. به خاطر حداعظم استفاده از آزادی دیزاین ضرورت داریم قابلیت‌های جدید، وسایل تحرک جدید و الگوریتم‌های جدید را بسازیم تا مشکلات وابسته به دیزاین جهت تولید افزودنی را حل کنیم. در تولید افزودنی مواد به صورت لایه‌وار علاوه می‌گردد. برخلاف تولید معمول تفریقی، جایی که شی توسط خرد کردن به حد مواد توسط وسایل مخصوص ساخته می‌شود، روش تفریقی مواد زیاد را ضایع می‌کند، در حالی که تولید افزودنی از ضایع مواد با گذاشتن خالیگاه‌ها در جاهایی که نیاز نیست جلوگیری می‌کند. چاپگرهای سیبودی همچنان می‌تواند شکل‌هایی را بسازد که ساختن آن قبلاً مشکل و حتی ناممکن بود. الگوریتم ها برای ما در مورد بخش می گوید که به مواد بیشتر نیاز دارد. در ساحات دارای فشار زیاد و سرحد، مواد زیاد و مواد کم در ساحات دارای فشار کمتر. پروسه تولید تا هنوز هم یک سلسله مشکلات خود را دارد. حرارت و سردی سری می تواند شکل پارچه را خراب کند و چاپگرها هم قیمت می باشد، ولی امکانات آن بسیار زیاد است. ما تولیدات مختلف می سازیم، ولی حالا می توانیم بگوییم که آن را با سرعت بیشتر و اعتبار عالی تر بسازیم. بنابراین ما در شروع کار قرار داریم و همین امر ما را بسیار خوشوقت می سازد، به خاطر که آینده را در حال می بینیم و کارهای خوبی را انجام دادیم. محققین می گویند آن روز بسیار دور نیست که با تعیین حدود معین چاپگرهای سیبودی قادر خواهد بود بهترین شکل ممکنه یک پارچه فلزی را محاسبه کرده و بعد آن را به اندازه مورد نیاز بسازد. تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها،
از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید. کدام رویدادها این هفته در جهان تکنولوژی رخ داده است؟ در این رابطه مثل همیشه جیلا جان ناصری ما را همراهی میکنه. سلام جیلا جان. سلام دوباره خدمت شما بیننده عزیز. بله، در هفته چند گزارش جالب تکنولوژی را ما پیدا کردیم و در یک گزارش دیگه با شما گرد هم آوردیم که با هم تماشا میکنیم. در بخش رسانه اجتماعی با ما باشین که خبرهای جالب دیگه در ارتباط با تکنولوژی که در رسانه اجتماعی منعکس شده او را هم به توجه شما برسانیم. خبر در ارتباط با استفاده از تکنولوژی در ماه رمضان. در حالی که بسیاری از مردم روزه خود را با خوردن غذای ثقیل افطار می کنند، یک بانوی مسلمان مربی سلامتی و تناسب اندام طرز پختن غذاهای صحی را با 200 هزار تن از علاقمندان خود از طریق آنلاین شریک می سازند. او یک ویدیوی 10 دقیقه‌ای را برای علاقمندان ورزش‌های سبک هر روز در ماه رمضان ثبت می کند و در بلاگ خود به نام فت سیستر یا خواهر صحتمند پست می کند و با آن نشان می دهد که روزداران با 10 دقیقه ورزش در ماه رمضان صحتمند بوده می توانند. وی همچنان طریقه پختن غذاها را نشان می دهد که می تواند جاگزین شیرنی باب و غذاهای چاق کننده شود. علاقه شرکت های تکنولوژی به کار کردن در نایجیریا. شرکت های تکنولوژی در ناحیه موسوم به یبا در نزدیکی پهندل لاگوس در تلاش باز کردن دفاتر خود می باشند. زندگی در منطقه که اکثرا دانشمندان در آن زندگی می کنند پرهزینه تر شده می رود. تجاران در طی 5 سال گذشته کوشش کردند که این ساحه را مرکز شرکت های انکشاف دهنده، اپلیکیشن ها، سافت ویر و برنامه های کامپیوتری بسازند. در خبر جالب از پاکستان، یک تیم شاگردان پاکستانی برای ربات‌های پیشرفته برنامه‌نویسی می‌کنند که قرار است در مسابقات روباکمپ جهانی میان دانشگاه‌های مختلف در تورنمنت فوتبال ربات‌ها شرکت کنند. روباکمپ بزرگترین تورنمنت فوتبال برای ربات‌ها در جهان است که لیگ‌های مشهور در آن بازی می‌کنند. تیم پاکستان یگانه تیم روباکمپ در سطح منطقه است که در لیگ برتر به این مسابقات راه یافته است. هدف اساسی روباکپ این است که ربات‌ها بتوانند الی سال 2050 مسابقه فوتبال را از انسان‌ها برنده شوند. خبر جالب هم در مورد بوت‌های کره بلند. در گذشته معیوبین زن نمی‌توانستند با پاهای مصنوعی خود بوت‌های کره بلند بپوشند. محصلین بخش انجینری دانشگاه جان هاپکینز خواستند این حالت را تغییر دهند و برای زنان که حین خدمت در قوای مسلح آمریکا پاهایشان را از دست دادند، پاهای مصنوعی بسازند که آنان بتوانند با آن بوت‌های کره بلند هم پوشیده بتوانند. این محصلین یک نوع پای مصنوعی ساختند که توسط آن بوت‌های کره بلند پوشیده می‌شود. و خبر آخر هم در ارتباط با درون‌ها. ماموریت آزمایشی انتقال بسته‌های عاجل طبی توسط درون‌ها در سواحل ایالت نیوجرسی اجرا شد. درون از یک کمپ طبی امتحانی یک بسته مواد عاجل طبی را برداشت و آن را به یک کشتی کوچک در داخل آب انتقال داد. این آزمایشات درون‌ها با امید صورت می‌گیرد که در هنگام آفات طبیعی درون‌ها بتوانند به افراد گیرمانده کمک‌های عاجل طبی را برسانند. گزارش جالب بخش تکنولوژی هفته را تماشا کردید. قسمی که در گزارش ها تماشا کردید، انواع درون های جدید به هدف استفاده در بخش های مختلف زندگی روزمره ساخته میشه. این بار شرکت موتورسازی نسان در ویدیو اشتهاری بر نشان دادن سرعت این موتور از عینک های واقعیت مجازی و درون استفاده کرده. این ویدیو هیجان انگیز بسیار جالب و دیدنی است. در ابتکار تازه تکنولوژی، یک شرکت نوپای تکنولوژی چراغ خاصی ساخته که اسم از او است سوزی سنوز، که بر آرامش اطفال موقع خواب بیدار شدن موسیقی می نوازه و روشن می شه. یک نوع عینک جدید برای شنیدن موسیقی ساخته شده. عینک های زنگل جدیدترین نوع عینک های هوشمند است که در او امکانات شنیدن موسیقی در نظر گرفته شده و با تلفن های هوشمند از طریق اپلیکیشن زنگل وصل می شه و این نوآوری تکنولوژی شیک و هم ارزان است. کازمو اسم ربات های کوچک است که برای کمک در صنعت ساختن اشیا ساخته شده.
این ربات کار انسان‌ها را بر نصب اشیاء ظریف یا بسته‌بندی ماشینا آسان می‌سازد. ارزان‌ترین تلفن موبایل با قیمت $4 با خدمات اینترنتی در هند به فروش می‌رسد. شرکت فریدم اولین شرکت تلفن است که یک تلفن با قیمت بسیار نازل به فروش می‌رسد. ربات جدید ساخته شده که می‌تواند به عنوان همکار یا کمک کننده شما در خانه با شما زندگی کند. چند مؤسسه پوهنتون MIT ربات را طراحی کردند که در او کارهای روزمره انجام می‌دهد و بر مالک خود کمک می‌کند. هر بار که چارج میشه 90 دقیقه کارهای خانه را انجام می‌دهد. شرکت گوگل در پروژه جدید می‌خواهد برای کسانی که با آموزش دسترسی ندارند کمک نماید. گوگل از طریق اپلیکیشن گوگل کلاس فور ادویکیشن یا نشر گوگل به هدف آموزش، افراد را اجازه می‌دهد تا محتوای جالب از این طریق تدریس نمایند تا شاگردان به او هم دسترسی پیدا کنند. این هفته اولین درون سلفی یا عکس شخصی معرفی شده که این درون که اسم از او روم است میتونه با اپلیکیشن تلفن شما اداره شود. اندازه آن خرد است و قیمت آن کمتر از $400. این درون ها که در واقعیت کمری سلفی است، عکس های زیبا به 360 درجه میگیره و شما هم میتونید که از طریق از اپلیکیشن فیسبوکتون به طور زنده تصاویر برای دوستای خودم بفرستید. اولین گلدان هوشمند به نام کلیک اند گرو ساخته شده که در آن درجه حرارت، اندازه نیاز آب و چراغ خاص در نظر گرفته شده که شما میتونید ببینید که نوع گلی که کش کردین رشد میکنه یا خیر. این گلدان هم از طریق یک اپلیکیشن داره میشه و با قیمت $60 فروخته میشه. افراد هر روز تلفن ها و سایر لوازم هوشمند با خود منتقل میکنن. اکنون نوع جدید اپلیکیشن است که همه تکنولوژی شخصی را به پست دست وصل میکنه. شخص میتونه فقط با فشار روی پست دست خود تلفن کنه یا تلفن هم جواب بده. با چاپ 3D دیزاین های مختلف برای خانه ها تغییر کرده که عکس های جالب گلاس های چای با چاپ 3D جالب و زیباست. شما هم اگر به دست بگیرین تمام کندکاری و ظرافت از رو میتونین احساس کنین. این هفته چینل یوتیوب به نام تک سورس یا منبع تکنولوژی رو به شما معرفی میکنم. در این چینل انواع تکنولوژی جدید و جالب و ارزان معرفی شده است. در چند ویدیو اخیر هم انواع تنظیم لوازم تکنولوژی را نشان دادند. دوجا بسیار عالی، مثل همیشه مطالب جالب. خب موضوعی که انتخاب کردین روش بحث کنیم چی است؟ دوجا روز پنجشنبه روز رسانه اجتماعی بود. بله. که میتونم بگم که با شما اگر یک روز بعد آمد تبریک باشه. ما شما هم به رسانه اجتماعی از یک جهت وصل شدیم و به نظر بسیار سر افرادم تاثیرگذار است. رسانه اجتماعی جزء زندگی اکثر مردم دنیا است. هیچ نمیشه ازش انکار کنیم. تأثیر بسیار گسترده داشته، همگی میدانند تأثیراتش. خب میشه کوتاه سرش یاد کنیم که چی تأثیرات مثبتش که بیشتر است، اما از چی تأثیراتش میشه که ما خود نگاه کنیم. شما قبلا از ویدیویی که در مورد سوء استفاده کودکا از رسانه اجتماعی یا کسایی که میخواین از کودکا سوء استفاده کنند در رسانه اجتماعی، یک سازمان بنیاد خیریه که میخواد که برای حفاظت اطفال خدمت میکنن، اینا یک ویدیو یاری میشن درست کرده بودن که حتی اگر شما موضوعش هم نفهمین به انگلیسی هم از ویدیو رو ببینین خودتون میتونین ببینین که چی است. اطفالی که میگن که از سابق کرده حال در رسانه اجتماعی بیشتر اینا به تماس هستن، با جهان بیرون بله. ارتباط قائم میکنن و گفتن که به خصوص در موقعی که اینا عکسای خود را به دیگران میفرستن باید که متوجه باشن بله. که میتونه که برای اینا ایجاد خطر کنه. خلاصه برای کودکا باید متوجه باشیم. و در ضمن یک مسئله دیگر که بیشتر در اواخر نقطه منفی شبکه اجتماعی یا رسانه اجتماعی یاد میشه است که نباید انسان ها در دنیا خود با دیگران مقایسه کنند بله. که از لحاظ روانی برای بسیاری ها مشکلات را ایجاد کرده. هر کسی واس خود زندگی و کار داره، باید خودت با دنیا مقایسه نکنه. به هر حال یک دنیا تشکر، بازم به شما هم تبریک روز رسانه اجتماعی. تشکر. شما هم مثل همیشه میتونین که به صفحه فیسبوک کاروان سر بزنین و مطالبی را که هفتهوار ما پخش میکنیم تماشا کنین. برنامه ادامه داره، با ما همراه باشید. همزمان با افزایش استفاده از سولر در افغانستان، یک جوان افغان دستگاهی را ایجاد کرده است که سولرها را به ردگیری نوری خورشید قادر می سازد و موثریت آنها را تا 30% افزایش می دهد. محمد امین حسنی می گوید که در حال حاضر بزرگترین دغدغه‌اش این است که تولید این دستگاه ها را چگونه افزایش دهد تا مردم از مزایای آنها بهره‌مند شوند. همکارم حسیب مودودی با جزئیات بیشتر در این گزارش. افغانستان با داشتن 300 روز آفتابی بهترین مکان برای استفاده از سولر هاست.
محمد امین حسنی که دانش آموخته فیزیک از پوهنتون کابل است، با درک اینکه افغانستان شرایط ویژه برای استفاده از سولر دارد و کارگیری از این صفحات تولید نور خورشیدی نیز رو به افزایش گذاشته است، دستگاهش را ایجاد کرد. این دستگاه سولرها را بردگیری خودکار نور خورشید قادر می سازد که در نهایت مؤثریت سولرها تا 30% افزایش می یابند. در صورت که ما مؤثریت ای را زیاد کنیم، مقدار سولر در حقیقت کمتر خریدیم. پول از خرید سولر پس انداز کردیم، آوردیم سرمایه گذاریم روی ترکر. این ترکر یک خوبیش است که خودش اتومات خورشید ردگیری میکنه، وقت شب شد پس میاد در حالت شرق اینجا پارک میشه، صبح باز که آفتاب طلوع کرد باز میره طرف غرب، همین تکرار شده میره. نیاز نیست که نفر هر لحظه رو دور بده. محمد امین حسنی میگوید که چندین سال پیش هنگامی که یک برنامه علمی را در یکی از کانال‌های آمریکایی مشاهده میکرد، انگیزه ایجاد این دستگاه در ذهنش پدید آمد. پس از آن با مشوره استادانش یک نمونه کوچک از این دستگاه را ایجاد کرد. اما چالش‌ها کدام‌ها هستند؟ قطعات از که لازم است، مثلا ترانزیستورهای های پاور شهر کابل پیدا نمیشه، سیستم‌های جی پی اس شهر کابل پیدا نمیشه. ما یک قطعه که مثلا قیمتش 50 افغانی است، کل قطع فروشی پرزفروشی کابل بگردیم اونجا پیدا نمیشه، مشکلی نیست. او از دولت میخواهد که کمکش کند تا آنچه را که برای مردم افغانستان ایجاد کرده است بتواند بیشتر تولید کند. چند سال است که مردم افغانستان به استفاده از سولرها روی آوردند، عمدتاً مردم روستانشین که از برق دولتی به بهره ماندند. این فروشنده سولر نیز میگوید که سولرهای هوشمند و یا در واقع همان سولرهای دارای دستگاه ردگیری نور خورشید در تولید انرژی مازاد به نهایت مؤثر هستند. آقا خدا بالکل سیدان، زکه سی سولر که چیر المر په مخه مخوی 100% برق ورکی او کلک پورنه په بغل وی 80% شپه 80% بیا مکمل برق نسی ورکوای. در حال حاضر سولرهایی که توان تولید 10 تا 150 وات برق را دارند بیشتر فروخته می شوند. سولرهایی که برای حل مشکلات یک خانواده دارای اقتصاد متوسط مساعد هستند. هرچند برخی ها به علت نداشتن پول نمی توانند دستگاه ردگیری نور خورشید را نیز تهیه کنند. اگر ببینیم دیگه پیسه دار باشم دیگه خامخواه میگیرم، اگر پیسه نباشه دیگه سری چی بگیرم؟ حالی پیسه نیست، پیسه که باشه خامخواه بیدر کن برای زنم شب قمامیه خامخواه و نمره بیدر میگیرن که بیدر خودش چرخک بیدر کن و تو ما دور بخوره. افغانستان به 5000 میگاوات برق نیاز دارد، اما در حال حاضر تنها 600 میگاوات برق در این کشور از منابع آبی و وارداتی تامین می شوند، منابعی که جنگ و خشونت ها آنها را نیز آسیب پذیر ساختند. در این میان این سولر هاست که یکی پی دیگری قد بلند می کنند و تلاش ها برای هوشمندسازی آنها نیز با جدیت دوام دارند. سید حسیب مدودی، کابل. در نړیوال فضایی استیشن څخه د آیمکس او آیمکس 3D په کمرو د فضانوردانو لخوا د ځمکې اخیستل شوي تصویرونه د ځمکې پر سر د ژوند بېلابېل اړخونه څرګندوي. له دومره لرې وټن څخه د ځمکې ښکلا ښکاري، خو هغه تاثیر چې بشر ورباندې کړی هم لیدل کېږي. د هغه مستند فلم په اړه چې په نړیوال فضایي استیشن کې د فضانوردانو په مرسته جوړ شوی یو لنډ ریپورټ لرو. د شنو ځنګلونو، حیواناتو او بوټو له یو کور څخه یې پیل کوو. د ا بیوټیفول پلانټ په نامه مستند فلم لوبغاړې جنیفر لارنس د ځمکې اوسنۍ او پخوانۍ حالت بیانوي. یو وخت د مدغاسکر د ټاپو ډیره برخه په شنو ځنګلونو پوښلې وه. وینو چې څومره یې له منځه تللي. د ونو د نشتون له امله سره خاوره ښکته ښویږي، سیندونه بندوي او سمندر ته ورلویږي. د فلم تصویرونه چې له فضا څخه اخیستل شوي ښیي چې د ګرینلند یخ په بې سابقې ډول ویلې کیږي. ویلې شوي اوبه له یخ لاندې بهیږي او سمندر ته تویږي. که چیرې د یخ ټول بستر ویلې شي، د سمندر د اوبو کچه ښایي 6 متره پورته شي. د سمندر د اوبو په زیاتېدو سره به د سمندر په څنډو کې پرتې ټیټې سیمې تر اوبو لاندې شي. د نیو اورلینز ښار به تر اوبو لاندې شي.
که د ورځې لخوا په طبیعت باندې د بشر ناوړه اغیز لیدلی شو، د شپې لخوا د تمدن نښې هم لیدلی شو. د امستردام، بروکسل، د روسیې پایتخت مسکو په څیر مشهور ښارونه لیدلی شي. د جاپان د اوساکا، ناګویا او توکیو روښانه ښارونه. د دغو تصویرونو د اخیستو لپاره فضانوردانو د آیماکس د کمرو له نوي نسل څخه ګټه اخیستې چې د هبل 3D په نامه له فضا څخه د نورو مستندو فلمونو لپاره د تصویرونو د اخیستو د کمرو په پرتله چې ډېرې درنې او لویې وې سپکې دي. د فلم جوړونکي ټوني مایرز خپله فضا ته نه وتللی چې د دغه فلم تصویرونه واخلي، بلکې هغې فضانوردانو ته د ښو تصویرونو د اخیستو روزنه ورکړه. یو کار چې ما غوښتل په دغه فلم کې وکم هغه دا و چې د نړیوال فضایي مرکز او ځمکې ترمنځ چې دواړه تړلي سیستمونه دي مشابهت ترسیم کړم. په دواړو کې باید هغه څه موجود وي چې موږ د ژوند د بقا لپاره ورته ضرورت لرو، هو، لکه هوا، اوبه او ډوډۍ. البته فضایي سټیشن ته خواړه او نور شیان استول کیدای شي، خو ځمکې ته له کوم بل ځای څخه دغه شیان نه راځي، چې د فلم پیغام هم همدا و. د هغې پیغام دا دی چې لرې پرتې سیارې مه مستعمره کوئ، بلکې په یوازې خپل کور پاکړئ او د ځمکې د طبیعي ښکلا او زیانمنونکي اتموسفیر خیال وساتئ، ځکه که له منځه ځي نو موږ هم ورسره له منځه ځو. له زرګونو کلونو راهیسې د بانکس له لرګیو څخه د نړۍ په ځینو برخو کې د خوراکي موادو، درملو، نساجۍ او ساختماني برخو په ګډون د بېلابېلو مقاصدو لپاره ګټه اخیستل کیږي، خو له دې امله چې کرل کیږي او د کوم مشخص استاندرد له مخې نه تولیدیږي، په پراخه توګه او صنعتي کچه نه کارول کیږي. د پیټسبرګ د پوهنتون یو پروفیسور غواړي دغه وضعیت بدل کړي. نور تفصیل ریپورټ. د خپلو زده کوونکو په مرسته پروفیسور کینت هاریس د بانکس په لرګي باندې د واردېدونکي فشار او وزن اندازه معلوموي. په هر ځای کې ساختماني معیارونه د چارتراشو او کانکریټ په ګډون د ټولو ساختماني موادو د سختې معیاري ازموینې غوښتنه کوي، خو د بانکس د لرګي د مقاومت د معلومولو لپاره تر اوسه کوم معیاري ازموینه نشته، که څه هم د بانکس د بوټي د درې ډوله لرګیو مقاومت له فولادو سره د مقایسې وړ دی. It's remarkably strong material, remarkably resilient. It's د بانکس لرګي ډیر کلک او مقاوم دي او ډیر اوږده هم دي. دغه لرګي په څیر د بانکس لرګي تر 40 متر پورې اوږديږي، خپل وزن ساتلی شي او د قوي باد په وړاندې مقاومت لري. د بانکس لرګي تر ډیره حده د پاندا د خوراک او د څو لایو لرونکو لرګینو تختو لپاره ګټه اخیستل کیږي، خو دغه ګټه اخیستنه تر ډیره بریده په هغو ځایونو پورې محدود ده چې بانکس پکې کرل کیږي. له دغو سیمو بهر ورڅخه دومره کار نه اخیستل کیږي، چې یو علت یې کینت هاریس په ګوته کوي. It is viewed in much of the world as well bamboos. د نړۍ په ډیرو برخو کې دا څنګه غیرل کیږي چې بانکس د غریبو خلکو لپاره ده. موږ غواړو همدغه ذهنیت ته تغییر ورکړو. د ساختماني چارو لپاره مناسب بانکس چارتراشو په پرتله ډیر ارزانه تمامېږي. خو دوام کول شي په درې کلونو کې حاصل ورکوي. په داسال کې چې نور لرګي د حاصل ورکولو لپاره لسو تر دېرشو کلونو پورې وخت ته ضرورت لري. If we standardize کوم کې معیاري کړو، کچېره مونږ د ازموینې د طریقو لپاره داسې لازم اسناد برابر کړو چې انجینر ور باندې اعتماد وکول شي، کولای شو د عامو خلکو استفاده ورڅخه زیاته کړو. هریس وای د بانکس لمیاري لرګیو څخه د ستنو په ډول په مودي توګه او د بامونو پر سر او د غولي پر مخ په فقي ډول ګټه اخیستل کیږي. په ډیرو هیوادونو کې ورڅخه د دیوالونو په څیر هم کار اخیستل کیږي. دا د دیونی کاروان هیله د خبرونه ټول مطلبونه مو د پام وړ ګرځېدلی وي. مخکې له خدای پامانه غواړم یادونه وکړم، موږ د خبرونه د لا ښوالي لپاره ستاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. تاسو کولی شئ د نننۍ خبرونې په ګډون د کاروان ټولې خبرونې د کاروان د فیسبوک پر پاڼه، پر یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او دري ویبپاڼو کې وګورئ. هیله ده تل له موږ سره مل اوسئ. تر بیا، الله حافظ.